عرض سلام و صبح بخیر به دو ساعت برنامه آغاز روز خوش آمدید. در نیم ساعت نخست برنامه آغاز روز همکارم نصرت الله ابراهیمی از تخار با ما وصل هستند و در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی اشکمش تخار بر ما معلومات میدن. آقای نصرت الله ابراهیمی سلام صبح بخیر. سلام با شما و بینندگان عزیز تشکر. آقای ابراهیمی بر ما در مورد وضعیت امنیتی اشکمش تخار که گفته میشه در این اواخر وضعیت امنیتیش خوب نیست و عملیات راه اندازی شده بگن که دقیقا فعلا وضعیت امنیتی چگونه است و این عملیات از چند روز به این سو آغاز شده و نتیجه و دستاوردهای این عملیات چی بوده؟ بله در مورد وضعیت امنیتی عمومی ولایت تخار معلومات بودم که تخار 16 ولسوالی داره. از میان 16 ولسوالی تخار تقریبا 10 ولسوالی از یک گواه حضور گسترده طالب هاست که طالب ها در بخش های گوناگون این ولسوالی ها بیشترین بخش های ولسوالی ها را در کنترل دارن. با ولسوالی اشکمش هم که ولسوالی اشکمش در جنوب ولایت تخار موقع داره، ولسوالی با ولسوالی خان‌آباد و ولسوالی بوته بغلان هممز از طالبا همواره از اون مناطق بالای ولسوالی اشکمش حمله میکنند که دو ماه پیش حمله گسترده یک طالبا بالای مرکز ولسوالی اشکمش داشتند، اما بجز ساختمان ولسوالی قومانداری دیگر تمام بازار در کنترل گرفته بودند. از اون زمان تا کنون یعنی تا سه روز پیش طالبا در اطراف بازار حضور داشتند. در فاصله های سرمتری و پنج‌سرمتری بازار ولسوالی اشکمش بالاخره نیروهای امنیتی مستقر در شمال شرق قلوبی دوست را عملیات مشترکی را به هماهنگی نظامیان مستقر در تخار در اشکمش پلان کرده بودند که عملیات سه روز پیش راه‌اندازی شده بود که در این عملیات حمایت هوایی هم وجود داشت که نیروهای افغان حمایت هوایی میکردند. نیروهای امنیتی مستقر در اشکمش هم این عملیات تا روزی شنبه بدون دستاورد ادامه داشت و روز شنبه نیروهای دولتی با حمایت هوایی که بمبار بالای مواضع طالبان صورت گرفت دست کم به گفته مقامات ارشد امنیتی 20 طالب در این حمله کشته شده بودند و 22 نفر هم زخمی شده بودند و به گفته مسئولان امنیتی و ولسوال اشکمش که تماسهایی را که من روزی گذاشتم با او داشتم تقریباً فاصله های 5 کیلومتری اطراف بازار ولسوالی اشکمش از اداره طالب آزاد شدند. پیش از این مردم بسیار نگران وضعیت امنیتی اشکمش بودند، به دلیل اینکه زمستان در راه بود و مردم آواره بودند، خانه هایشان در میان جنگ قرار داشت. کنون بسیاری خانواده ها که در مرکز اشکمش ناچار به ترک خانه هایشان شده بودند توانستند به حساب روز گذشته به طرف خانه هایشان بروند. تا حال هم معلوم نیست که آیا خانه های از او آباد هست، چیزی چون وجود دارد ندارد، اما مردم خوشحال بایی بودن که هوا سرد است، باید مردم سر خانه زندگیش برگرده. عملیات که داشتن پس از سه روز، روز شنبه و عملیات دستاورد داشته و مردم تخار واقعا از نیروهای امنیتی در این مورد خوش هستن. بله ابراهیمی، یکی از انتقاد اکثر، البته اکثر انتقاد باشندگان به ولسوالی هایی از دست رفته این بوده که وقتی که عملیات ها راه اندازی میشه نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی البته عملیات ها راه اندازی میکنن، ولسوالی ها از دست مخالفین مصالح دولت پاکسازی میشه، گرفته میشه. مسئولین که در این بخش مسئولیت دارن برای نگهداشت از او برنامه های درست ندارن. البته یعنی عملیات راه اندازی میشه، ولسوالی پاکسازی میشه، اما دوباره بعد از مدت که نیروهای امنیتی از ولسوالی میرن دوباره مخالفین میاین و او ولسوالی رو در تصرف خود میگیرن. مسئولین امنیتی این بار به خاطر نگهداشت ولسوالی اشکمش و دیگه ولسوالی هایی که دارن عملیات میکنن و او رو پاکسازی میکنن چه برنامه هایی دارن؟ اونا بر شما چیز گفتن؟ بله، در این مورد باید بگویم براتون که مسئولین امنیتی تخار مردم همیشه به کم‌توجهی متهم می‌سازند. بله، یعنی که والی ولایت پس از تقریبا یک ماه رخصتی که به کابل رفته بود روز گذشته در تخار حضور پیدا کرد و همچنان قوماندان امنیت تخار به گفته مردم به توجه از غیر فعالیت های فیسبوکی دیگر کدام کار دیگری را ندارن میگن مردم و همواره مردم انتخاب شده نیست که
با یک هزینه هنگفت عملیات رو اندازه میشه و بخش هایی که از چند سال باید در از دیگره طالبا بوده و بخش ها از حضور طالبا آزاد میشه. اما نبود نیروی کافی به خاطر حفظ و مناطق باز هم باعث میشه و این مسئله که طالبا پس از اینکه عملیات ها توقف پیدا میکنه بدون کدام جنگ بدون کدام مشکل به سادگی بتونن که بخش هایی که با خون دل نیروهای امنیتی آزاد شده دوباره و بخش ها را بگیرن و دلیلش هم مسئولان محلی کمبود تشکیل نیروهای امنیتی در تخار میگن که به مقایسه گروه طالبا یعنی نیم برابر طالبا که نفوذشان در تخار استخبارات تخار برای مقامات محلی گفته کمتر از نیروهای طالبا نیروهای امنیتی در تخار هستند. ابراهیمی در مورد تلفات مخالفین مصالح دولت که البته شما گفتین که 20 نفر از مخالفین مصالح دولت در این عملیات کشته شدن و 22 تن دیگر هم زخمی شده، ما نیروهای امنیتی خود ما هم تلفات داشتیم و یا تلفات چقدر بوده و یا که بعد چی تعداد زخمی داشتیم در این عملیات؟ البته طالبان در حمله ای که پلان کرده بودن پیش از به قربان در او حمله طالبان بتوانستن که نزدیکی های بازار بلوسپوری در بگیرن و بخش های بازار هم در تصرفشان باشد، در او عملیات در او عمله طالبا تلفات سنگین به نیروهای دولتی وارد شده بود، بیش از 40 نفر نیروهای امنیتی جان باخته بودن و 30 نفر دیگر شدن زخمی شده بودن و از همون روزی که دو ماه پیش که همدن را اندازی کرده بودن تا کنون هم یعنی تا یک هفته پیش هم طالبا در حال پیشروی بودن و نیروهای امنیتی را مجال نمیدادن که در مقابلشان رسوا شوند و نیروهای امنیتی هم در یک چهاردیوالی تنها به دلیل از اینکه بگویند که مرکز ولسوالی به رسمشان از آنجا حضور داشتن کدام فعالیت دیگه نداشتن و نیرو فعلا یه عملیات به رهبری قلی اردو دو صدابه فامیل که قلی اردو مستقر از در ولایت کندز به رهبری اغو و هماهنگی نیروهای امنیتی مستقر در تخار و همچنان خیزشهای مردمی را اندازه شده و در این نبردها تقریبا یعنی شما پرسان کردین که تلفات نیروهای امنیتی بسید که دادن نیروهای امنیتی از دو ماه به این طرف اگر همه روزه تلفات بسند دو روزه سه روزه یک نفر سه نفرشان به جانهایشان در همه عملاتی که طالبا بایشان داشت از دست می دادن و کنون وضعیت از اصولش کمش بهبود یافته. بله، در مورد وضعیت بیجوش شدگانی که از ولسوالی بیجوش شده بودن بر ما بگوین آقای ابراهیمی که فعلا اونا برگشتن با چه مشکلات مواجهند، آیا کمک های با اینا صورت گرفته؟ چون اینا تقریبا مدت دو ماه میشد که اینا از ولسوالیشان بیجا بودن، حالا کمک ها با اینا صورت گرفته نگرفته و اینا به ولسوالیشان برگشتن با چه مشکلات روبرو هستن؟ همزمان با حمله طالبا بالای ولسوالی شکمش طالبا بالای ولسوالی بهارک و بخشهای مرکز پلخان و ماهای شهر سلخان هم عملیات را اندازه کرده بودند که در عدمی سه بخش و ولسوالی بهارک مرکز تخار و ولسوالی شکمش و همچنان ولسوالی نمکاب که طالبا همزمان حملات را در چهار بخش را اندازه کرده بودند بیش از 3000 خانواده که شمارشان از 15000 نفر بالا میرفت آواره شده بودند و مردم اشکمش هم آواره شده بودن اما مردم اشکمش دانستن که در خانه های کرایی اینجا باشن و کسانی که توان خانه کرایی رو ندارن روز گذشته و گفته مقامات امنیتی باید سر خانه ها زندگیشان برن مناطقشان از اداره طالب آزاد شده و مشکلی وجود ندارن اما مشکل برای مردم منطقه که در منطقه قلبت سالخان بودن و بخشوار طالب ها گرفته بودن اما کنون تمام روستاهایشان از طالبا مان خرج کرده و مسئله قلبر سالخان مردم به دلیل از اینکه از روی طالبا ماین گذاری شدن جاده های فرعی و جاده های طرف خانه هایشان می روند به همون دلیل تا روز ندانستن که آواره شدگانی که از مرکز سالخان آواره شده بودن سر خانه و زندگیشان بروند و وضعیت واقعا قدبار است که فاصله 20 کیلومتری یا 15 کیلومتری شهر سالخان طالبا ماین حضور بکنن و دو ما میشود نیروهای امنیتی نتوانستن که ماینا را پاک بکنن. مردم تخار واقعا مسئولین درجه اول امنیتی و محلی تخار و به کفایتی متهم میکنن به دلیل از اینکه پس از اینکه والی و قماندان امنیت تخار تعیین شدن
وضعیت امنیتی بجای از اینکه بهبود پیدا بکنه روز به روز درباره بدتر شدن مردم نگران وضعیت امنیتی هستن، امیدواریشون هستن هست اگر صرف نشوه احتمال از این وقتی به حساب مقایسه بگیریم بیشتر از 50% ولایت تخار طالبا در کنترل داشته باشن همکنون و بزرگراهی که از بهار بکندوز هم است و بزرگراه هم در تهدید بزرگ امنیتی قرار داده و طالبا هر از گاهی بخواهند به این جاده حضور پیدا کرده میتوانند و کسی را که بخواهند از اون طرف پایین میکنند قسمی که مردم هم از گاهی چک پوینتی طالبا هم هستند. ابراهیمی، در مورد فعالیت گروه دوایش هم بر ما بگین که آیا تنها گروه طالبان است که در ولایت تخار فعالیت دارن و یا گروه دوایش هم اونجا فعالیت دارن؟ چون گفتم میشه که در این اواخر گروه دوایش تلاش داره که نفوذ، البته نفوذش را گسترش بده در ولایت های دیگر، مثلا در ابتدا دایش در ولایت ننگرهار ظهور کرد و بعدش آیسایسا بر دیگر ولایت ها ما رو گفته میشه که در حال سربازگیری است. حالا این گروه در ولایت تخار هم وجود داره و یا است فعالیت داره و یا نه؟ مرکز تخار، ولسوالی بنگی تخار، ولسوالی بهارک تخار و ولسوالی خاجایغار تخار هم مرز است با ولسوالی دشتی ارچی، ولسوالی خانواد و ولسوالی آفاش خندز که تقریبا دو سال پیش نیروهای امنیتی خندز گفته بودند که مسئولین محلی که گروه دایی در ولسوالی دشتی ارچی فعال است و همزمان با او بیرق پرچم گروه دایی در ولسوالی دختر تخار هم برای چند ساعت بلند شده بود که دوباره از سوی طالبا در آن زمان پرچم طالبا گم شد و مقامات محلی تا هنوز این مسئله را که چندین بار ما در گفتگوهای داشتیم با مسئولین درجه یک امنیتی و محلی حضور گروه دایش را تایید نمی‌کنند، اما میگم جنگجویان خارجی حضور دارند که جنگجویان خارجی در ظاهر طالب اما در باطن فعالیت های دایشی را در تخار انجام میکنه مسئله را تایید کرده بودن، اما حضور و فعالیت که گروه دایش را که کدام ارائم از وجودی که گروه دایش وجود داشته باشه مقامات محلی تخار تایید نمیکنند. شورای ولایتی هم از این مسئله نگران است و میگه طالبایی که در ظاهر طالب هستند در باطن میان فعالیت های دایشی دارن چون خارجی هستند. برنامه های بعدی که البته در ولایت تخار چی هست؟ مثلا شما گفتین که قلوردوی 207 پامیر در اینجا البته عملیات داشته و همچنان 307 پامیر، اینا برنامه های بعدیشان چی هست تا ای که تمام ولسوالی های ولایت تخار از وجود طالبان و دیگر گروه های مسلح پاکسازی شود؟ قسمی که گفتم در ابتدا تخار 16 ولسوالی داره، از میان 16 ولسوالی که 16 ولسوالی از این گواه حضور طالب هست و در بیشتر در چند ولسوالی هم در سال جاری قلمرو طالبان گسترش پیدا کرد و طالبان هم که در سال جاری به شمول مرکز تخار در ولسوالی فخار مثلا در ولسوالی ورسن مثلا حضور پیدا کنند و برای یعنی بخواهیم که اونجا حضور پیدا کنند اما با مقاومت نیروهای دولتی مواجه شدند. در مورد سندی عملیات هم برسان گفتم که عملیات ها را اندازه می کنند باید هزینه هنگفت، اما بدلیل نبود نیروی امنیتی کافی دوباره او بخش هایی که در عملیات نیروهای دولتی آزاد می شود بخاطر از اینکه حرس و نگهداری نمی شود و طالبان به سادگی بدون از اینکه جنگ بکنند پس از اینکه عملیات توقف می کنند و نیروهای شامل عملیات هستند و جزو تامها و قطعات چند پس می گردند به ولایت سندز می رند یا چون ساحه فعالیت خلیلو در بغلان، بدخشان، خندزاز و یا در یک بخش دیگر بخاطر عملیات نیروان طالبان می تونند که دوباره به سادگی بخشها را بگیرند. یک اولا مشکلی است که همواره مقامات محلی در ولسوالی ها مردم ولسوالی ها از این بابت نگرانی کردند و از حکومت خواستند که باید که جاهایی که عملیات می شود بخاطر از اینکه مردم به گونه دوامدار در اونجا زندگی بکنند دوباره آواره نشوند یک کسایی را دیده اونجا جاواجا بکنند، اما متاسفانه که تانوزی با وجودی که عملیات راه اندازی شده طالبا عقب رفتن، اما به دلیل نبود یعنی راهکار طالبا تمام کردی به سادگی دوباره بخشهار از اداره نیروهای خیزش مردمی که کم کم وجود دارند در بعضی مناطق
ابراهیمی در مورد کمبود تشکیل نیروی امنیتی که وجود داره در ولایت تخار، در این مورد چی گفتن؟ این مشکل بالاخره چی وقت حل خواهد شد؟ چون از سالها به این طرف مشکل بوده که مسئولین، البته نمایندگان ولایت تخار، انتقاد داشتن که اکثرا وضعیت امنیتی که خراب میشه در ولایت تخار علتش امی بوده که کمبود نیروی امنیتی وجود داشته، بعد از عملیات ها و ساحه حفظ نشده و دوباره او را طالبان در کنترلش گرفته. این بار مسئولین امنیتی در مورد رفع مشکل اونا چی گفتن؟ آیا ایره تایید میکنن که واقعا اینا کمبود نیروی امنیتی دارن و یا اینکه اینجا وقتی که ما مسئولین نهادهای امنیتی را بار بار با خود داشتیم، اونا گفته که این مشکل حل شده و فعلا این مشکل وجود نداره؟ بله، از آغاز حکومت وحدت ملی شکل گرفت، تنها در سال جاری یک دو ماه پیش مقامات ارشد امنیتی کشور پایشان از جنگ های دواندار داخل شهر طالخان و همزمان سه ولسوالی به تخار کشند و مقامات ارشد امنیتی که مشکلات که دیدن بررسی کردن، خودشان دلیل که طالبان فشاری زیاد داشتن کمبود تشکیل دارستن و لکن را به مردم تخار که کابل می روند و تشکیل نیروهای امنیتی در نیروهای امنیتی افغان در تخار افزایش بکنند، اما متاسفانه که او وعدهشان در یادداشت باقی مانده، در کتابچه شاید مانده باشه، یادشان رفته باشه، تا کنون به تخار دیگر هیچ توجهی نکردن و این مسئله را مقامات محلی تخار هم تایید میکردن. اما که ما گفتگو داشتیم، مصاحبه گرفتیم در مورد مشکلات ها، یا تایید کردن مسئله کمبود تشکیل و یا چون اجرایی نیستن و نمیتونن که این مشکل را حل بکنن، یا گفتن که ما پیشنهادهای متعددی را به حکومت مرکزی برای ریاست جمهوری، سازمان‌های محل و همچنین مسئولان نهادهای ارشد امنیتی پیشنهاد کردن، اما متأسفانه که حکومت توجه نکرده و این مسئله باعث شده که طالبان روز به روز فعالیت تو ساحه قلمروشون در تخار گسترش پیدا بکنن، مطمئن که بخشای زیاد را از اداره نیروهای امنیتی و جاهای کند بود دوباره پس بگیرن. مشکل مشکل دوامدار برای مردم تخار شده که واقعا ولایتی که 5 سال پیش اصلا طالب نداشته، در 5 سال از 16 ولسوالی در 10 ولسوالی حضور پیدا میکنن و بخش های زیادی 70 درصدی و 80 درصدی مثل در خط ینگ خلا، خواجه بودی، دشت خلا، خواجه غار و اشکمش ها در کنترل داشته باشند. تشکر. با تشکر بسیار زیاد از همکارم نصرت الله ابراهیمی که از تخار با ما وصل بودن و در مورد وضعیت امنیتی تخار و عملیاتی که راه اندازی شده به خاطر پاکسازی ولسوالی اشکمش ولایت تخار بر ما معلومات ارائه کردن. تشکر ابراهیمی. در عملیات مشترک نیروهای دولتی بر ضد طالبان در ولسوالی اشکمش تخار تقریبا 20 تن از مخالفین مصالح دولت کشته شده و 22 تن دیگر این گروه البته زخمی شدند و گفته میشه که تقریبا 10 ولسوالی تخار همکنون به دست مخالفین مصالح دولت است که عملیات های و یا برنامه های راه اندازی شده به خاطر پاکسازی ای ولسوالی ها از وجود مخالفین مصالح دولت. و یکی از مشکلاتی که رول عمده داره در ناامنی های تخار، همان گونه که همکارم گفتن، کمبود تشکیل نیروی امنیتی است که مشکل در طول 5 سال حکومت وحدت ملی وعده های داده شده به خاطر رفع مشکل، هم تا کنون این مشکل رفع نشده است و چندین ولسوالی که در تخار است هم اکنون هم در تهدید مخالفین مصالح دولت قرار داره. وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. با عرض سلام و مجدد به ادامه برنامه آغاز روز خوش آمدید. بحثی داریم در مورد افزایش زباله ها برای جاده ها و شکایت باشنده های کابل از عدم نظم در شهر. در بحث با ما بانو نرگس مومند، سخنگوی شهرداری کابل در استودیو است. بانو مومند سلام و صبحتان بخیر، به برنامه خوش آمدید. سلام و سحر دیتا صبح خیر وی، سلام سحر دی درنو و بریدون که تا هم بخیر وی. تشکر. وقت مدلو دلوی. تشکر. بانو مومند، بس از اینجا آغاز میکنیم که باشندگان شهر کابل در این روزها یک بار دیگر شکایت دارن از افزایش زباله ها. البته میگن بعد از عید و قربان در هر گوشه و کنار وقتی که میبینی زباله ها افزایش یافته. شهرداری کابل در این مورد برنامه های تازه شون چی هست؟
مننه بیا هم په لومړي سر کې وایم چې کابل ښاروالي د کابل د ښار د اوسیدونکو په اندازه نفوس نه لري. هغه نفوس چې په کابل ښار کې اوسیږي او د هغه تعداد کارمندان چې کابل ښاروالي لري موږ د هغې په اندازه نه یو. پس هیڅ امکان نه لري چې کابل ښاروالي وکولی شي د کابل د نفوس په اندازه د هر وګړي د کور د مخې د هر وګړي هر هغه ښځلې چې اچوي هغه د هغې د مخې نه ټول کړي، مګر که د موږ سره په ښار کې اوسیدونکي خلک د موږ سره همکار ونه اوسي، یعنی هیڅ امکان نه لري. خو که د موږ سره په ښار کې اوسیدونکي ټول وګړي یو لاسې اوسي، مطمئن یو چې موږ به یو ډېر ښه ښار ولرو. د ښار تنظیف برخه هم البته همدغسې، تر څو چې خلک د موږ سره همکار ونه اوسي کابل ښاروالي په صورت نشي کولی چې موږ خپل کارونه په بشپړه توګه پای ته ورسوو. اوس مهال هغه څه چې خلک اکثرا وایي چې په مثلا په هغه ځایونو کې د زبالو تعداد ډېر شوی یا کثافات ډېر شوي دي، یوازنی علت هم دغه دی چې د خلکو همکاری د موږ سره کمه ده. دویم علت دا چې د قربانۍ د اختر نه وروسته د موږ یوه ډېره لویه اندېښنه د څارویو پاتې شونې وه، چې هر هغه څوک چې قرباني کوي د همغه څارویو پاتې شونې دوی چیرته پرېږدي. که څه هم له ښه مرغه کابل ښاروالي بیا هم وتوانېده په ډېره کمه موده کې هغه ټول کثافات هغه ټول ښځلې هر چېرته چې پراته وه هغه راټول کړي، مګر بیا هم د موږ سره په دغه اختر کې هم هغه څه چې موږ توقع کوله په هغې اندازه د خلکو همکاري د موږ سره ونه اوسېدله. که څه هم د اختر په دغه څو ورځو کې د ښاروالي د خپلو کارمندانو لخوا خلکو ته په ناحیو کې پلاستیکونه ورکول کېږي چې تاسو د دغه پلاستیکونو نه په استفاده سره هیله ده د دغه څارویو پاتې شونې په دې کې واچوئ، مګر بیا هم خلکو دغه نه استفاده نه ده کړې. نو په هغه صورت کې چې خلک د موږ سره همکار ونه اوسي کابل ښاروالي نه توانېږي چې هغه خپل کار په بشپړه توګه پای ورسوي. مګر بیا هم موږ تر ډېره پورې حده پورې توانېدلي یو چې زبالې او دا بېلابېل کثافات ته بېلابېل ځایونه راټول کړو. بله، برو مومند، ما میبینیم در این اواخر البته از کارهای ښاروالی کابل البته چشم پوشی هم نمی کنیم که ښاروالی کابل در بعض از جایا در بسیار جایا برنامه های جدید داشتن، مثلا نصب زباله های سیار بوده، زباله هایی که در جاهای مخصوص برای اینا جای تعیین شده زباله ها نصب شده، اما میبینیم مردم ما بیشتر از این زباله دانی ها استفاده نمیکنن. مثلا در این ساحه یک زباله دانی به جای که کثافات در داخل سطلای زباله بندازن در یک کیلومتریش یا یک چند قدمی فاصلهش گرفتن در روی جاده ها انداختن. علتش چی بوده میتونه که نبود فرهنگ شهرنشینی مردم و یا اینکه عدم توجه ښاروالی و یا عدم برنامه های آگاهی دهی ښاروالی به مردم؟ البته مشکل ما در همینجاست که تا مدت زیاد یکی از مشکلات برجستی هم شهروندان همیشه چیزی که ما از هم شهروندان می گرفته همی بود که تعداد زبالدانی ها کم است. بنان سال گذشته در حدود 3650 زباله در ساحات مختلف مد نظر گرفته میشه که تعداد زیادی زباله ها فلحال در شهر مختلف در نقاط مختلف نصب است، ولی متاسفانه که از او استفاده کم میشه. عینی چیزی که شما فرمودین، زباله دانی نصب می باشه ولی مردم از او قدر زحمت، البته متاسفانه که بعض از شهروندان قدر زحمت نمی کشه که زباله را بگیره و در داخل زباله دانی پرتنه او را میگذارن در امو جایشان. گپ اول خدا بازم تکرار میکنم، وقتی که هر یکی از شهروندای ما به این اساس پیش بره، پس ښاروالی به چی اندازه بتونه زباله ها را از خانه هر یک از هر شخص جمع آوری بکنن؟ نصب زبانه ها دانی ها هم یکی از امون چالش های بود که فلحال به اندازه زیاد حل شده، ولی متاسفانه ای که بعضی از شهروندان کمتر همکاری میکنه باعث این شده تا مقدار زباله ها در شهر اضافه شده. بله، بانو مومن، دریای کابل فعلا تبدیل شده به زباله دانی و چندین سال قبل البته هر سال یک بار یا دو بار ښاروالی کابل برنامه داره برای پاکسازی دریای کابل. حالا چرا حفظ نمیشه اما پاکی دریای کابل به این که فعلا دریای کابل تبدیل شده به یک زباله دانی؟ ما البته پاکاری دریای کابل مدت تقریبا دو ماه پیش کار شروع کردیم.
ولی متاسفانه چی میشه؟ مثلا یک ساحه بیخی پاک میشه، زهر نو از بالا پاک میشه، ولی وقتی که صبح دوباره میبینیم دوستا دوباره زبالدانی را زباله را عوضی که در زبالدانه های نزدیک خود پرتن وارا اضافه میکنن به دریای کابل و او باعث میشه که کار هم شهروندان ما دوچند میشه و کار خود کارمندان شاروالی و او باعث میشه تا تیم ما شبانه روز زحمت میکشن. باور شما بکنین که از سه روزی عید تا امروز تیم تنظیف ما 24 ساعت در خدمت همشهروندان عزیز بوده، ولی متاسفانه که بازم ما اکثر از همتنان ما فرهنگ شهرنشینی را کمتر میفهمند. با وجودی که ما در البته ما این کار از خانه به خانه شروع کردیم، به خاطری که به مردم آگاهی دهی بتیم، به خاطری که ما به یک نحوی بتانیم فرهنگ شهرنشینی را در بین مردم رواج بسازیم، مرویج بسازیم، ما البته این کار اولین مرتبه از خانه به خانه شروع کردیم. این کار را مثلا در بعضی از ناحیه های ما زبال تفکیک زباله ها، به خاطر اینکه شما کدام زباله را در کجا از زباله تر در کجا استفاده کردن، زباله های خوش در چی استفاده بکنین، ما یعنی مو زباله دانی های مشخص خانه به خانه توزیع کردیم. از طریق رسانه ها، از طریق سوشال میدیا، از طریق انواع مختلف رسانه ها ما مردم با خبر ساختیم تا یا امرای ما همکار شوه و ما بتانیم شهر زیبا و یک شهر نزدیک داشته باشیم. بله، بانو مومن، از برنامه های شهروالی کابل در مورد جمع‌آوری زباله ها میبریم، در مورد برنامه های شما در قسمت ساخت و ساز چارایی ها که برنامه شما امسال در قسمت ساخت و چارایی های پایتخت. یک نقطه را میخوام در بخش زباله ها اضافه بکنم که خوشبختانه از یک و نیم ماه بدین سو ما البته قبل نسبت به سالهای گذشته ما توانایی به اندازه جمع‌آوری زباله ها را نداشتیم، ولی امسال ما توانایی 19 الی 2000 تن زباله روزمره داریم. یعنی 2000 تن روزانه زباله تولید میشه در شهر؟ تولید میشه و دوباره جمع‌آوری میشه. البته تولید از این زیادتر میشه، ولی ما توانه اینقدر زباله ها را روزمره داریم. با آمدن 50 رده موتر جدید تنظیف که ماه گذشته موتر جدید آمد، در 50 رده موتر 35 رده موتر فقط به خاطر تنظیف مشخص میشه، 5 رده به خاطر جارو کردن جاده های مختلف و 10 رده دیگه هم که میمانه به خاطر آب‌پاشی به جاده های عمومی. و با آمدن موترهای تنظیف جدید ما روزمره بعد از این، البته بعد از یک ماه بعد این سو ما یعنی میتونیم که در روزمره حدودی بالاتر از 2500 تن زباله ها را هم از شهر جدا بکنیم، جمع‌آوری بکنیم در قسمت چارایی و بعدا همه به طرف چارایی ها. البته یکی از مشکلات برجسته هم شهروندان عزیز ما مشکلات ترافیکی بود. بنان از طرف شهروالی کابل یک سروی انجام میشه تا ما به چی نحوی بتانیم که ما تا یک حدی بتانیم البته مشکلات ترافیکی هم شهروندان کنترل بکنیم. بعد از سروی ما به این نتیجه میرسیم که کار ساخت ساز چارایی ها که فعلا قبلا البته در جاهای مختلف در جاده های مختلف ساخت و ساز شده بود، شکل هندسی نسبتا بسیار بزرگ بود و شکل هندسی همین چرایی ها باعث می شد تا مشکلات ترافیکی در شهر دوچند شود. بنان 33 چرایی مزدحم شهر مد نظر گرفته میشه و سر 33 چرایی عملا کار شروع میشه و فعلا هم کار جریان داره که تعداد در حدود 21 از این چرایی کارشان به اتمام رسیده و بعض چرایی های دیگه هم است که کارشان در حالت جریان است و بعد از ساخت و ساز چرایی کار سرسبزی سرسبزیش است که او را هم شما در اکثر از چارایی ها میبینه. بله. و وقتی که به شکل کلی کار چارایی ها به اتمام برسه نصف اشاره های ترافیکی است. نصف اشاره های ترافیکی هم دو نوع اشاره های ترافیکی داریم. یک اشاره های ترافیکی بود که ما قبلا هم در شهر داشتیم، در نقاط مختلف شهر داریم. نصف اشاره های عادی ترافیکی است که مو سیرنگ اشاره هاست و اشاره های جدید ترافیکی که ما در آینده های نزدیک میخوایم او را وارد شهر بسازیم نصف اشاره های هوشمند است.
البته به حضور شما بگویم که اشاره های هوشمند چون که اشاره های جدید است، خوب است که شنوندگان عزیز بفهمند اشاره های هوشمند جدید به شکل هوشمندانه در هر در هر جایی که نصب میشه به شکل هوشمندانه البته مو سرک کنترل میکنه و به شکل هوشمندانه اجازه میده تا کدام موتر الان از ساحه عبور بکنن. بنان اشاره های هوشمند ما فعلا در حالت تدارکات است. وقتی که اشاره هوشمند هم نصب شود تا یک حد میتونه البته ما مشکلات حل بکنیم، ولی بازم برمیگرده با خود شنوندگان عزیز ما که چقدر و قوانین مراعات میکنن. در صورتی که اگر اشاره های ترافیکی نه اشاره های مختلف ترافیکی هم نصب شود ولی هم شهروندان قوانین مراعات نکنه، بازم ما نمیتونیم که مشکلات داخل شهر کنترل بکنیم. تشکر. با تشکر زیاد از بانو نرگس مومن سخنگوی شهرداری کابل که در پس این ساعت میمان ما بودن، وقفه کوتاه داریم. دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه آغاز روز است و زهرا صدیقی با شما هستم. چگونگی بوسازی سالنگ ها، انتقاد ها از بوسازی جاده های سالنگ در آستانه فصل زمستان. باشندگان مواره کوکچه تخار از خرابی دوامدار جاده هایشان انتقاد می کنند. با گفته آنان چندین بار است که برای احیای مجدد و قیرریزی جاده های مواره کوکچه به مقام های محلی پیشنهاد می کنند، با آنکه وعده می شود اما عملی نشده است. مهمان که در بس با خود داریم آقای مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فواید عامه. آقای مهدی بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. تشکر. سلامت باشید. آقای روحانی، چرا تا حال مشکلات سالنگ ها حل نشده؟ یک موضوع رو ما شما باید در نظر داشته باشیم. بله. رهبری وزارت ترانسپورت و اداره ملی سرک ها یعنی وزارت فواید عامه پیشینی ما، ما در کنار اینکه فعلا هم حفظ مراقبت اضطراری خود را آغاز کردیم و 3 کیلومتر حفظ مراقبت اضطراری ما در قسمت تونل سالنگ شمالی جریان داره و دیروز کارش آغاز شد و در کنار پرسنل وزارت ترانسپورت و ریاست عمومی حفظ مراقبت سالنگ های اداره ملی سرک های وزارت ترانسپورت و هم در مقطع مختلف مسیر سالنگ حفظ مراقبت خود را شروع کرده. و یک موضوع ما باید در نظر داشته باشیم، تا وقتی که ما راه بدیل برای تونل سالنگ نداشته باشیم بنابراین ترمیم اساسی بسیار مشکل خواهد بود. به ما اساس که رهبری وزارت ترانسپورت سه طرح اساسی و پلانهای اساسی را در مسیر گذرگاه سالنگ داره که خوشبختانه تا امروز ما چیزی که به هموطنان عزیز خود وعده سپردیم به سه طرح خود در مسیر گذرگاه سالنگ ما موفق بودیم. اول طرح ما راه بدیل تونل سالنگ است که سرک دوشی الا بامیان به طول 152 کیلومتر و به 6 بخش تقسیم شده که فعلا بخش اولش از طرف مربوطات بغلان پلی دوشی کارش جریان داره و بخش ششم هم از طرف بامیان کارش جریان داره و بخش های مختلفش بعد از مراحل تدارکاتی و بعد از مراحل مختلف تدارکاتی کارشان آغاز میشه که بخش اولش هم شرکت بین المللی چینایی پیش میبره و بخش ششم هم شرکت بین المللی چینایی به پیش میبره. این راه بدیل تونل سالنگ ماست و همچنین مطالعات اساسی تونل سالنگ که بعد از ساختش حدوداً 70 سال سپری میشه و بعد از اون انفجارات که در داخل تونل سالنگ صورت گرفت، بنابراین ما نیاز به مطالعات اساسی و تکنیکی تونل سالنگ داشتیم که بعد از ساختش برای اولین بار به اعلان داوطلبی ملی و بین‌المللی سپرده شد که یک شرکت معتبر تونل سازی در سطح بین‌الملل اشتراک کردن مطالعات خود را انجام دادن و سه گزینه را به رهبری وزارت ترانسپورت و جناب وزیر سیبیاری ارائه کردن که سه طرح های تکنیکی، یک طرحش مورد تایید وزارت ترانسپورت قرار گرفت که در مجموع تنها بجز از تونل سالنگ ما نیاز به 86 کیلومتر در مسیر تونل سالنگ ما با ترمیم اساسی نیاز داریم، چون اسفل در مسیر تونل سالنگ جوابگو نیست از لحاظ اقلیمی، مشکلات اقلیمی که ما داریم و از لحاظ تردد وسایط توناژ بلند و همچنان ازدحام ترافیکی، بنابراین بسیار مشکل است که ما در اونجا بتانیم که اسفالت استفاده کنیم. ولی فعلا ترمیم اضطراری ما اسفالت است، ولی در حقیقت اسفالت در مسیر گذرگاه تونل سالنگ جوابگو نیست. به ما اساس این طرح دومی ما بود که ما مطالعات اساسیش را انجام میدیم بعد از مسیر، بعد از راه بدیلی تونل سالنگ که ساخته شده حجم ترافیک ما انتقال میتیم به سرک دوشی لابامیان که انتقالات یعنی ارتباطات بین شمال و جنوب کشورهای آسیای منای خود داشته باشیم و مطالعات ترمیم اساسی و مطالعات اساسی و تکنیکی تونل سالنگ تکمیل شد و بعد از راه بدیل ما ترمیم اساسی را برای خود تونل سالنگ شروع میکنیم و اگر بدون مطالعات اساسی ما ترمیم شروع کنیم او درزهای طولی و عرضی که در سقف تونل
مدل سالنگ با وجود آمده احتمال سقوطش است. بنابراین به ماست ما نیاز به مطالعات تکنیکی و اساسی داشتیم که تکمیل شده و ارده راه بدیل تونل سالنگ و همچنان ترمیم اساسی تونل سالنگ در تحت یک پکیج از طرف بانک جهانی تمویل میشه و از لحاظ بودجه‌ویش ما هیچ نوع مشکلی نداریم. طرح سومی ما تونل جدید سالنگ است که از اولنگ الا دوشاخ است به طول 12 کیلومتر ساخته خواهد شد. چون این پلان های دراز مدت است، هیچ کشور ای توانمندی رو نداره که بتونم یک تونل و همچنان در یعنی امسال در نظر گرفته شده که باید که طرح نه خیر، طرح حدودا در ما دو سال قبل گرفته بودیم که بعد از مراحل تدارکاتی، بعد از جذب توجه دونر و همچنان بعد از مشکلات محیط زیستی، سروی، دیزاین، کل موضوعات ما باید در نظر داشته باشند. تمام کشورهای جهان قادر به این نیست که بتانه یک تونر و همچنان یک مسیری به سر سعد العبور و حیاتی را در طی یک سال دو سال پیش ببرم. اولا خوشبختانه که راه بدیلش کارش جریان داره. راه بدیل تونل سالنگ یعنی سرک دوشیل بامیان به طول 152 کیلومتر فعلا در دو قسمت کارش جریان داره. مطالعات اساسی و تکنیکی تونل سالنگ تکمیل شد و مطالعات اساسی و تکنیکی تونل جدید سالنگ ما که از طرف شرکت بین‌المللی سمیک استرالیایی مطالعاتشون تکمیل شد، با سه گزینه به ما پیشنهاد شده که فعلا تیم تکنیکی ما در بالای سه گزینه کار میکنه که سه گزینه یک گزینه رو ما تایید میکنیم که بعدا هم شرکت میره با مطالعات تکنیکی اساسیش. فعلا یک مطالعات ابتدایی خود را ما تکمیل کردیم در این قسمت و بعد از این هم از همه مهمتر جذب توجه دونر است که ما خوشبختانه توانستیم در این قسمت جذب توجه دونر خود داشته باشیم و از لحاظ پولی مشکلات خود را حداقل رفع کرده باشیم در قسمت تونل جدید سالنگ. یعنی تا جایی مشکلات پولی حل شده؟ از پلان های طویل مدت ماست و خوشبختانه در قسمت جلب توجه دونر یگانه کاری که رهبری حکومت وحدت ملی در شروعشان کردن ما تانستیم که تمام دونرهایی که از وزارت فایدامی پیشین یعنی اداره ملی سرکای وزارت ترانسپورت فعلی ما اینا همکاری نداشتن، ما توانستیم که با تمام برنامه ها و پلان های خود دوباره جذب توجه دونر خود را جذب بکنیم و تمام پیشنهادهایی که ما داشتیم و تشویشی که دونر ما داشتن ما برطرف کردیم و خوشبختانه فعلا از لحاظ دونر ما مشکل نداریم و این پلان های دراز مدت است. ولی در کوتاه مدت فعلا ترمیمی 3 کیلومتر ترمیم استراری 3 کیلومتر تونل سالنگ شمالی کارش جریان داره و همچنان توسط خود پرسنل وزارت ترانسپورت طبعا از لحاظ اقلیمی ما مشکل داریم. در سال گذشته هم چون در نزدیکای فصل سرما بود ما شرکت قراردادی ما 10 کیلومتر اسفالت که در ساحه آماده کردن و بلان از لحاظ مشکلات اقلیمی ما نتونستن که در ساحه تطبیق بکنه. از لحاظ سرکسازی ما شما باید یک توجه در نظر داشته باشیم که پروژه های سرکسازی ما با دیگر پروژه های ما فرق میکنه، چون در فصل یک فصل مشخص ما داریم از لحاظ اقلیمی بنوان در مو فصل باید ما از لحاظ درجه حرارت باید که اسفالت که ما تهیه میکنیم بنوان یک مقدار مشکل ساز است، ما نمیتونیم در تمام فصول سال قرضی خود داشته باشیم. ولی تلاش رهبری وزارت ترانسپورت است که در فصل سرما ما حداقل بدن سازی کارتینگ سرک خود داشته باشیم، چون در افغانستان بیشترین سرک های ما تپه یا کوهی است، بنوان از لحاظ احجارهایی که در مسیر سرک موجود است یک مقدار مشکل ساز می باشد. بنابراین شرکت قراردادی ما فعلا به شدت در برای کار تلاش داره که بتونه که قبل از سرد شدن هوا ما بتونیم 3 کیلومتر کار شروع کرده؟ کار شروع فعلا در ساحه، از دین روز هم بعضی کارهای شروع شده و امروز هم کار جریان داره در ساحه. انشالله ما میتونیم که همین 30 کیلومتر در قسمت تونل سالنگ شمالی چقدر میتونیم اطمینان بتین که با آمدن زمستان این کار تمام خواهد شد، مشکلات حل خواهد شد؟ یک موضوع است که ما با شما باید در نظر داشته باشیم، چون سالنگ از لحاظ اقلیمی مشکل ساز است. در اینمی در زیادتر فصلهای تابستان در جای دیگه که ما کارهای خود را بسیار به خوبی پیشون بریم، یک دفعه از لحاظ اقلیمی در سالنگ مشکل با وجود میه، یا باران میه یا مثلا مقدار سرد میشه. ولی شرکت قراردادی مکلف است که امسال 3 کیلومتر تا قبل از فرارسیدن فصل سرما 3 کیلومتر تکمیل کنه، چون خوشبختانه بدن سازیش تکمیل کرده. در سرک از همه مهمتر بدن سازی سرک است و اسفالت صرف به خاطر نگه داشتن و محافظت از بدنه سرک است که اونا میتونه در کمترین وقت 3 کیلومتر خود تکمیل کنه. و در مجموع تنها در مسیر سالنگ ما در خود تونل مشکل نداریم، ما در 86 کیلومتر سرک که در مسیر تونل سالنگ است از لحاظ اقلیمی مشکل ساز است، چون در اونجا اسفالت جوابگو نیست، باید آهن کنکریت شوه. مطالعاتی که بر ما نشان داده باید آهن کنکریت شوه. بنابراین آهن کنکریت تا وقتی که ما راه بدیلی نداشته باشیم ما هیچ نمیتونیم که در اونجا آهن کنکریت استفاده کنیم. وقتی ما آهن کنکریت استفاده کنیم کم از کم 6 ماهی مسیر برای
راهای بدیل ما سرکارم راه را باید در نظر بگیریم. در مسیر تونل سالنگ فقط ما دو راهی بدیل داریم. یکم خواک پنجشیر است و دیگه هم سرک دوشیل بامیان است. چون فعلا هم کار در برای سرک دوشیل بامیان جریان داره و از مسیر پنجشیر چون عرض سرک ما چون مسیر بسیار کوهی است و مسیر بسیار هم کم عرض است هزینه ما رو بالا میبره. بنابراین به ما اساس فعلا هم کار اساسی خود ما شروع کردیم و گزینه دومی راه بدل سالنگ ما از طریق پنجشیر است. بله دوشی بامیان تا حال کار شروع شده تا فصل زمستان برسه تمام شود؟ نه خیر، ما شما باید در نظر بگیریم کار شروع است در دو بخشش. در هیچ یک از کشورها توانمند ایز نیست که بتونه که یک سرک به طول 152 کیلومتر در مسیر کوهستانی و همچنان در مسیر ناامن افغانستان موقع داشته باشه و همچنان بعدی که هموطنان عزیز ما و شما در قسمت تطبیق پروژه همکاری خود نداشته باشه بسیار مشکل است ما بسازیم. حد اوسطی که سرک ما میسازیم 2 الی 3.5 سال میباشه که در بر میگیره که ما بتونیم، چون موضوع سرویس و دیزاین است و موضوع استملاک است، مشکلات محیط زیستی است و همچنان بدنسازی سرک است، چون سرک که ما تطبیق میکنیم زیادتر کوهی است، کندن احجار هاست، کوه هاست. بنابراین از لحاظی که ما پروژه ها را به اعلان داوطلبی میسپاریم تمام مشکلاتش در نظر گرفته میشه، وقت و زمانش مشخص میشه. به خاطر بازسازی پروژه ها و سرک ها از طرف کشورهای همسایه چقدر حمایت شده، چقدر کمک شده؟ در مجموع تمام سرک های کلان و پروژه های کلان وزارت ترانسپورت در قسمت سرکسازی دونرهای متمل میکنه. به طور مثال بانک انکشاف آسیایی یا ADB Asian Development Bank حدودا 60-70% بودجه سرکسازی افغانستان را متمل میکنه. در کنارش هم بانک جهانی است، کشور دوست ایتالیا است و بعضی کشورهای دیگه هستند که همراه ما همکار میکنه، کشور دوست هندوستان است. زیادتر از کشورها است که با ما همکار میکنند. طبعا همکاری دونرهای ما و کشورهای خارجی که علاقمندی به تطبیق پروژه های ما در افغانستان داره رول عمده و اساسی خود داره و در کنار پروژه های دیگه هستند که از طرف خود دولت افغانستان تطبیق میشه، پروژه های بسیار کلان و بزرگی هستند که فعلا هم تطبیق کرده و از همه مهمتر است که خوشبختانه امروز ما تانستیم که تمام توانمندی شرکت های خود را بالا ببریم. رهبری وزارت ترانسپورت بسیار تلاش باید داره که حداقل ما توانمندی شرکت های داخلی خود را بالا ببریم و از طرف دیگر اشتغال زایی بر هموطنان عزیز خود ایجاد بکنیم. برای ما اشتغال زایی نوعیت، کیفیت، وقت و زمان پروژه ما بسیار مهم و اساسی می باشد. اشتغال زایی طبعا در فی کیلومتر سرک اگر ما و شما در نظر بگیریم به جز از همکارای تکنیکی ما، انجینرهای تکنیکی ما، در فی کیلومتر سرک ما به طور فامیلوار اگر ما حدس بزنیم بیش از 100 فامیل ما را اونا اشتغال زایی برشان غیر مستقیم ایجاد میکنه. غیر مستقیم به این معنی که در یک فامیل حداقل 2 شخص در سرکسازی کار میکنه که اینا امن و ناور 5 عضو دیگه فامیل خود میباشه که در قسمت گلکاری است و همچنان در قسمت نانبایی است، پخته کردن نان است و همچنان در قسمت دریوری است و همچنان در قسمت سرویس و دیزاین است و کل موضوعات اگر ما در نظر بگیریم. و بیشترین تلاش ما باید داریم که هر سرک در منطقه تطبیق میشه کارمندای عادی را ما از خود محل باید بگیریم که حداقل متناسب باشیم که مشکلات اشتغال زایی مردم محل خود در روی قسمت سرکای ما تطبیق میشه ما مرفوع بسازیم. بله آقای روحانی، مشکلات مردم تخار که از مواره کوکچه شکایت داشتن، حتی گفته وعده ها برشان شده متعال عملی نشده، دلیل چی بوده؟ سرکای مواره کوکچه بدبختانه یک از پروژه های انتقالی ماست، یعنی از دوره قبلی است، حکومت قبلی به حکومت فعلی مانده بود که یک از پروژه های هستند که بسیار مشکلات حقوقی بالای خود داره و دچار مشکل بودن. خوشبختانه ما تانستیم که مشکلات هایشان رو برطرف بسازیم، ولی یک پروژه ما هم فعلا مشکلات حقوقی در قسمت داره و بعض مشکلات امنیتی خودم داره. فعلا ما در ولایت تخار 12 پروژه سرکسازی یعنی اسفالت داریم و همچنان 6 پروژه حفظ مراقبتی داریم که پل و پلچک دیوارهای استنادی و همچنان سرکای در ریدوست فعلا هم جریان داره. و از 12 پروژه ما فعلا هم 8 پروژه ما کار در بالایشان جریان داره و 3 پروژه ما فعلا نظر به مشکلات امنیتی و بعضی که در مراحل تدارکاتی قرار داره، 3 پروژه کارش تحت جریان است که بعد از مراحل قانون تدارکاتی کارش شروع میشه و 8 پروژه ما کارش جریان داره. به طور مثال اعمار و ساختمان سرک از ورسج الا خوست فرنگ است که فعلا هم 93% پیشرفت کاری داره و کار هم در ساحه جریان داره. و بخش پروژه دوم ما بخش سوم اعمار و ساختمان سرک بنگی الا اشکمش که فعلا هم 80% پیشرفت کاری داره.
و بخش پنجم ساختمان سرک بنگه الا اشکمش است که 78% پیشرفت کاری داره. در مجموع ما طبق پلان و برنامه هایی که داریم کارهای خود در اونجا شروع کردیم که حداقل بتونیم مشکلات همتون عزیز خود مرفوع بسازیم و این بر رهبری وزارت ترانسپورت بسیار مهم است. هموطنان عزیز ما که تشویش میکنن تشویششون به جای است و ما اعتقاد پذیر هستیم انتقاداتشون رو میپذیریم، به خاطر اینکه ما یک مقدار وقت که اعتقاد نباشه بنا اصلاحات تراش ها به وجود نمیاد. ما طبق پلان و برنامه های خود کارهای خود را شروع کردیم و پروژه ای که ما در اونجا داشتیم مورای کوکچه یک از پروژه های بسیار مشکل ساز ما بودن که از حکومت قبلی بر ما مانده بود، یعنی از نظر حقوقی و امنیتی مشکل داره که تا حال نشده که جدا مشکل حل شده. یک پروژه در قسمت این چندین بخشش کار جریان داره، 8 پروژه ما کارش جریان داره، پروژه اسفالت و سرک سازی است. صرف از 12 تا 3 تا دیگه ایش که هم که فعلا هم در مراحل تدارکاتی است. یک موضوع باید ما شما مورد کوکچه چی وعده میتین به خاطر خب. این جاده ای که اینا شکایت دارن که تا حالا عملی نشده پروژه. طبق قانون و طبق قانون تدارکات ملی ما جوابگو هستیم که پروژه های خود تکمیل بکنیم و به می اساس است که ما جوابگو به تمام ارگان ها و بخصوص به پارلمان و نماینده های مردم افغانستان هستیم. تلاش میکنیم که حداقل نظر به وقت و زمان بدون گودام مشکلات ما بتونیم پروژه های خود تطبیق بکنیم. و یک موضوع باید ما شما در نظر داشته باشیم که بدبختانه هموطنان عزیز ما شما وقتی که پروژه ما شامل لیست بودجه می میشه اینا فکر کنم تلاش میکنه و خواهان هستن که در مدت یک ما کار شروع شود. این ابتدای کار ما شماست. وقتی که ما یک سرک میبریم در یک محل این به معنای نیست که فقط یک اسفالت انداخته میشه یک قیر سیان انداخته شود و سرک ساخته میشه. سرک ساختن بسیار اگر ما و شما بدنه سازی و تمام رشته های سرک اگر مطالعه بکنیم بسیار مشکل ساز میباشد. وقتی که در پارلمان از طرف پارلمان منظور میشه پروژه های ما لیست بودجهی برش مشخص میشه، کد بودجهی برش مشخص میشه، بعد از سرویس بعد از سروی دیزاین است، مشکلات محیط زیستی است، اجتماعی است، فرهنگی است، کل موضوعات در نظر گرفته میشه. بدبختانه بعضی وقت است که هموطن عزیز ما تلاش داره سرک ساخته شود، وقتی که ما عملا در ساحه به خاطر سروی میریم بدبختانه باز امروز ما و شما شاهد هستیم که بعد از ارگان های امنیتی بیشترین تلفات و بیشترین اشخاص که با شهادت میرسن انجنیرهای سروی و انجنیرهای مراقبت کننده ما هستند و ما طبق پلان و برنامه ای که به پارلمان وعده میسپاریم به دیگر ارگان های عدلیه و قضایی وعده میسپاریم ما بنا آن مکلف هستیم که را تکمیل بکنیم و بسیار مشکل است ما بتونیم بگوییم که در مدت یک ماه دو ماه میتونیم پروژه و سرک سازی را تکمیل بکنیم. حداقل پروژه هایی که ما تکمیل میکنیم 3-3.5 سال در بر میگیره. این پروژه هایی که گفتین کوتاه مدت هست آمدن فصل زمستان تکمیل میشه به چقدر میتونین اطمینان بدین که زیادتر از پروژه های ما فعلا که در ما اشاره کردم 93% پیشرفت کاری دارن، 98% پیشرفت کاری دارن، مقدار کمه. قبل از فرا رسیدن فصل سرما پروژه های ما تکمیل میشه. پروژه های رهبری، پروژه های وزارت ترانسپورت به خصوص اداره ملی سرک های وزارت ترانسپورت در تمام ولایت افغانستان فعلا هم در مراحل مختلف قرار داره. بعضی پروژه های ماست که تکمیل شده، بعضی پروژه های ماست که فعلا در حال تکمیل شدن است، بعضی پروژه های ماست که فعلا در مراحل تدارکاتی است، بعضی پروژه های ماست که فعلا در قسمت بدنه سازی و کندنکاری صخره های کوه ها کارشان جریان داره. یعنی همزمان کلشان نمیتونیم که ما همزمان کلشان تطبیق بکنیم چون از لحاظ تدارکاتی پروژه های تا حال مشخص تکمیل شده. خب در مجموع بیش از 10 پروژه ما فعلا تکمیل شده که ما رسما افتتاح به بهره برداری نکردیم چون حجم کارات بسیار زیاد است و بعضی پروژه های ما است که فعلا هم در حال تکمیل شدن است. به طور مثال سرک میدان هوایی قندهار که به نام جنرال شهید جنرال رازق نامگذاری شده و همچنان ده ها پروژه دیگر در ولایت های مختلف ما داریم، مثل در ولایت بدخشان ما داریم سرک فیض آباد الا بهارک است و کارش تکمیل شده و بهارک لشکاشن فران کارش جریان داره. خب در مجموع در تمام ولایت افغانستان هم پروژه های در تکمیل شده و بعضی پروژه های در حال تکمیل شدن است و بعضی پروژه های است که در مراحل تدارکاتی قرار داره و بعضی پروژه های است که فران هم در قسمت بدن سازی و کندنکاری صخره ها و کوه ها کارش جریان داره. مثلا مثال سرک تانگ تل لوگر که بسیار مشکل ساز شده، همیشه هم وطنای عزیز ما تلاش میکنه که زودتر ساخته شود و یک موضوع به نظر داشته باشیم که این سرک قبلا به شهروالی محترم کابل مربوط بود و بعد از ذکر جلال ما رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه رو واگذار به اداره ملی سرک های وزارت ترانسپورت کرد. ما دوباره سروی و دیزاین مجدد کردیم چون ما سرک هایی که میسازیم به استاندارد های وی و شهرها میسازیم که ما تونستیم بخش اولش قرارداد کنیم و کارش در ساحه شروع کنیم. مختلف است در تمام ولایت های ما
پروژه های ما در حالات های مختلف قرار دارد. بله، از پروژه های دراز مدت که شما یاد کردین مشخص، یعنی معلوم هست تا چی زمان این پروژه ها بسته میشه، مکمل میشه و به بهره برداری سپرده میشه؟ یک موضوع است که تمام پروژه های ما نمیتونیم که 100% به همتان عزیز وعده بدیم که این پروژه ما در فلان وقت تطبیق میشه، چون این مربوط میشه به همکاری همتان عزیز ما و شما. بعضی از همتان عزیز ما و شما هستند که به خاطر منافع شخصیشون به تطبیق پروژه ها مشکلات ایجاد میکنه که هیچ وقت رهبری وزارت ترانسپورت و رهبری حکومت وطن ملی اجازه برشون نمیده و پروژه هایی هستند که از لحاظ امنیتی مشکل دارن. یعنی از مردم ما هستن که نمیخواین این پروژه ها را مشکلات خلق میکنه. تمام هموطنان عزیز ما نه، بعضی از هموطنان عزیز ما به خاطر منافع شخصیشون بعضی مشکلات ها را به خاطر تطبیق پروژه ها ایجاد میکنه در تمام ولایت های افغانستان و به طور مثال سرک حلقوی افغانستان است، سرک حلقوی کابل است که فعلا سرک حلقوی کابل رهبری وزارت ترانسپورت هیچ نوع مشکل ما نداره و ادارات زیر ربط که همراه ما هستند. صرف مشکلی که امروز ما برخوردیم در قسمت تطبیق سرک حلقوی کابل مشکل استملاک است که ما سروی خود کردیم، دیزاین ما تکمیل است، پروسه استملاک ما ادارات زیر ربط با ما همکاری کرده، صرف چند جایداد که در بخش اول سرک حلقوی کابل به وجود آمده صاحب جایدادها هیچ علاقمندی نداره و تا حال را چندین بار ما اونا دعوت کردیم که هیچ در قسمت پروسه استملاک اونا حاضر نمیشه. وقتی که در قسمت پروسه استملاک حاضر نشه بنان ما هم نمیتونیم که بدون گفتن دلایل و بدون قناعت همتان عزیز خود کار پروژه خود را شروع کنیم. بنان برمیگرده به همکاری همتان عزیز ما در قسمت سروی، در قسمت استملاک و همچنان در قسمت ای که ما بتونیم مشکلات محیط زیستی اجتماعی فرهنگی را برطرف کنیم تا که همکاری همتان عزیز ما نباشن ما نمیتونیم که پروژه را نظر به وقت و زمان شروع کنیم. به طور مثال در قسمت بخش اول سرک حلقوی کابل فعلا از لحاظ بودجوی ما مشکل نداریم، سروی و دیزاینش تکمیل شده، مشکلات محیط زیستی و اجتماعیش کاملا تکمیل شده، صرف در قسمت چند جایداد که صاحب جایدادها در پروسه استملاک حاضر نمیشن بنان تا امروز ما شما دچار مشکل هستیم که نمیتونیم پروژه خود تطبیق بکنیم. به طور مثال بر شما یادآور شدم که تمام هموطنان عزیز ما وش قسم نیست، چون در مسیر سرک حلقوی کابل در بخش اولش صدها فامیل، صدها جایدادها موجود است حاضر شدن، ولی صرف چند جایداد است که اونها حاضر نمیشن که مربوط به سه شخص است که اونها بیش از 100 جایداد است در قسمت که اونها قبلا سرمایه گذاری کرده بودن. یعنی اینها زورگو هستن؟ زورگو نیست و ما در مقابل ترک به شما معلوم است خوشبختانه در رهبری حکومت وحدت ملی هیچ زورگو و هیچ قانون شکن نتونستن مقاومت بکنه در مقابل رهبری حکومت وحدت ملی. ما شما الحمدلله در قسمت شاهد هستیم، ولی صرف چون پروسه ما طور است تا خود مردم حاضر نشه و وقتی ما پروسه استملاک ما تطبیق میکنیم ادارات مختلف از چندین ارگان در اونجا هیئت تشکیل میشه، در قسمت جایدادشان نرخ گذاری میشه، در قسمت زمینش نرخ گذاری میشه، بنابراین بعد از رضایت طرفین ما کار خود شروع میکنیم یا پول نقده برشان داده میشه و یا جایداد داده میشه. به طور مثال در بعضی مسیرها طور هستن که زمین از حکومت بوده ولی جایداد خانه و بلند منزل هر چی هست اونا ساختن. در این قسمت ما از زمین چون زمین حکومتی است برشان هیچ پرداخت نداریم، صرف سرمایه که اونا سرمایه گذاری کرده در قسمت ساختمان ها و بلند منزل ها این قیمت گذاری میشه، بعد از قیمت گذاری برشان پول مشخص میشه با رضایت طرفین. وقتی که خود هموطنان عزیز ما و شما در پروسه اشتراک نکنه بنابراین ما نمیتونیم که از لحاظ قانونی و حقوقی جایداد اونا رو تخریب بسازیم. بنابراین برمیگرده به همکاری هموطنان عزیز ما و شما تا که هم در هیچ یک از کشورها تا خود مردم با حکومت همکار نباشه غیر ممکن است. و یک موضوع ما و شما در نظر داشته باشیم که بیشترین همکاری ها را رهبری حکومت وحدت ملی برای هموطنان عزیز ما و شما داره. مثلا در قسمت دوتر خانه ها ما و شما هیچ هم در قسمت خانه ها و هم در قسمت جایدادها و ما و شما این دولت از اونها هیچ پولی نمیگیرن، هیچ مالیات نمیگیرن، بدون مالیات هم کار میکنن. در دیگر کشورهای جهان برای شما معلوم است که بیش از 30% حتی کشورهایی هستند که 50% مالیات را از جایدادها میگیره، ولی ما رهبری حکومت وحدت ملی، رهبری وزارت ترانسپورت تا که هم متنای عزیز ما و شما همکار نباشه در پروسه های ملی ما بنان بسیار مشکل و دشوار است. ما بله آقای روحانی دیدم شک زمستان در راه است، به خاطر جلوگیری از مسدود شدن راه های سالنگ طرح و پلان های عمده ای که شما دارین چه هست؟ خوشبختانه رهبری وزارت ترانسپورت در طی 5 سالی که ما داشتیم بیشترین حجم برفباری در طی 29 سال گذشته ما و شما داشتیم که هم سال گذشته بود و هم یک سال قبل از او بود که خوشبختانه هیچ نوع تلفات و خسارات در مسیر شهرهای عمومی افغانستان ما نداشتیم. در مجموع ما 318 نقاط آسیب پذیر در تمام کشورهای در تمام ولایت‌های خود داریم در سطح کشور
به شمول سالنگ ها و کتل اونه و حاجیگک و بعضی موضوعات بله. کتل شمس الدین و بعضی ولایت های دیگه که ما داریم در مجموع 380 نقاط آسیب پذیر است. ما هیچ نوع تلفات نه تلفات و نه خسارات در مسیر شهرهای عمومی افغانستان نداشتیم خوشبختانه. این به خاطر از خودش نشانگر است که ما یک هماهنگی بسیار خوبتر را و رهبری خوبتر را در قسمت نقاط آسیب پذیر خود داشتیم که دانستیم که هیچ نوع تلفات و خسارات نداشته باشیم. در مسیر تونل سالنگ این استثناء نسبت به دیگر شهرهای ما چون گفتیم که بدیل هم داری. در مسیر سالنگ فعلا ما راه بدیل نداریم، فعلا راه بدیل ما کار جریان داره. وقتی که احتمال وزش باد باشه که هیچ نوع دیدی ترافیک در اونجا موجود نباشه، در اون قسمت مسدود میشه چون یک از لحاظ اقلیمی مشکل داره و از طرف دیگه بعض برفکوچای احتمالی که صورت میگیره که از طرف پرسنل ما در اونجا شناسایی میشه و از طرف ماشین هواشناسایی ما شناسایی میشه که احتمال برفکوچ اجباری است یا برفکوچ است، این مسیر برای ترافیک مسدود میشه به خاطر اینکه ما تانسته باشیم که تلفات و خسارات جلوگیری کنیم. تا وقتی که ما برفکوچای اجباری را توسط همکارای ما در وزارت دفاع تیم توپچی ایران ما برطرف نکنیم، بنابراین اجازه تردد برای هموطنان عزیز ما و شما بر وسایل دادن. آقای روحانی، چرا یک راه بدیل در نظر گرفته نشده؟ به خاطر هر سال همین راه های سالنگ مسدود میشه، مشکلات مردم بیشتر میباشه. راه بدیل چون ما و شما قبلا گفتم راه بدیل تنها راه سرک دوشیل و بامیان است که قبل از ساختن تونل سالنگ یک راه مرکب رو بود که در بین کابل و همچنان کشورهای ولایت‌های همجوار ما و شما ولایت‌های شمالی ارتباط داشت و همچنان با کشورهای آسیایی میانه از طرف می‌رفت. یک راه تنها به اصطلاح آب میانه بازی بزرگ میگه بازی مرکب راه میگه که کار روی از جریان داره. این فعلا کار روی جریان داره. بنابراین این بسیار یک پروژه مهم و حیاتی و پروژه بزرگ است. بنابراین ما نمی‌تونیم در طی 3 سال، 2 سال یا 5 سال تکمیل بکنیم. چون ما در مدت 5 سال دستاوردهای خاص خود داشتیم، طبق پلان برنامه های خود کار کردیم و این نیاز به داره حداقل چند سال دیگه حدوداً 2 سال دیگه یا 3 سال دیگه که ما در بالای اینا کار کنیم تا بتونیم که مشکلات ها را برطرف بکنیم و ایران مرفوع کنیم. بله، در طول حکومت وحدت ملی چقدر تغییرات آمده، چقدر بازسازی ها صورت گرفته؟ خوشبختانه در مدت رهبری حکومت وحدت ملی پروژه هایی که ما تکمیل کردیم از لحاظ کیفیتی هیچ نوع مشکلات خود را نداره و قبلا در حکومت قبلی ما شما شاهد هستیم که مشکلاتی که ما شما داشتیم پروژه ها به دست چند فرد داده می شد که از خلاف قانون است، خلاف قانون تدارکاتی است و در با آمدن رهبری حکومت وحدت ملی تمام پروژه هایی که امروز ما میتونم بر شما یادآور شوم و با افتخار میتونم یادآوری کنم که هیچ نوع مشکل از لحاظ کیفیتی نداره در تمام ولایت افغانستان در سطح کشور. تشکر. و از طرف دیگه ما و شما شاهدی هستیم که برای اولین بار در تاریخ افغانستان انتقالات مستقیم بین افغانستان و کشور چین از طریق کشورهای همجوار خود داشتیم که خط آهن بود و همچنین بعضی موضوعات ترانسپورتی ما داریم که به نظرم وقت کم است نمیتونم که داور شوم و دستاوردهای خاص در قسمت زربنای ترانسپورتی ما داشتیم که خوشبختانه امروز هم از لحاظ کیفیتی خود تشکر سلامت باشین. تشکر از حضورتون در برنامه آقای مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عام. وقفه داریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. برنامه آغاز روز ادامه داره. دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه آغاز روز است. من زهرا صدیقی با شما هستم. میزان علاقه‌مندی حکومت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شماری از باشندگان کشور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را حتمی می‌دانند. مهمانی که در بحث با خود داریم آقای امید میثم سخنگوی ریاست اجرایی. آقای میثم خوش آمدین به برنامه. تشکر. سلام علیکم. آقای میثم نظر شما را می‌داشته باشیم در رابطه با پروسه صلح و انتخابات، شما کدامش اولویت قرار می‌دین؟ صلح یا انتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام درود خدمت شما و تمام بیننده خوبی آریانا نیوز، وقت همه بخیر. در سال روان دولت مردم افغانستان دو پروسه کلان ملی را در دستور کارشان داره. دقیقا هر دویشان برای تعیین سرنوشت مردم افغانستان فوق العاده نقش داره. شما اگر یک طرف بحث پروسه صلح را انتخابات را مطرح میکنین، دقیقا برای اولین بار است که مردم افغانستان، دولت افغانستان یک ساز و کار را پیدا کرده که انتقال قدرت به گونه مسالمت‌آمیز صورت میگیره. همواره این نقطه به عنوان یک نقطه فوق العاده جنجال آفرین در افغانستان بوده.
شما اگر تاریخ کشور را برش نگاه بیاندازین به وضوح میتونین به این نکته پی ببرین که انتقال قدرت توأم با خونریزی دشواری‌ها و مشکلات فراوان صورت گرفته. حداقل نزدیک دو دهه هست که ما انتخابات داریم به عنوان یک مکانیزمی که زمینه را فراهم کرده برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و از طرف دیگر با مراجعه با رای جمعی و خرد جمعی مردم افغانستان. به عنوان یک ارزش طبعا دولت و مردم افغانستان متحد است، همکاران بین‌المللی ما است، پروسه انتخابات به گونه جدی حمایت میکنه و همه ما انتخابات را پاس میدانیم به عنوان یک ارزش، به عنوان یک دستاورد. در سال روان تا یک ماه و چند روز دیگر قرار است که ما انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشیم. آمادگی های لازم گرفته شده. با وجود از این که مسئول برگزاری انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات است، اونا مسئولیت داره که اما تدابیر لازم و همه جانبه را برای برگزاری انتخابات اتخاذ کنن که او تدابیر گرفته شده. حکومت در کنار کمیسیون مستقل انتخابات نقش حمایتی را داره. ما دو تا مسئولیت مشخص در راستای برگزاری انتخابات داریم. مسئولیت اول ما فراهم نمودن بودجه انتخابات است که از او جهت هیچ مشکلی وجود نداره و دوم هم تأمین امنیت انتخابات هم در دوران کمپاین و هم در روزهای بر یا روز برگزاری انتخابات. در این حوزه هم تلاش‌ها جریان داره. نهادهای امنیتی افغانستان، نهادهای دفاعی افغانستان در واقع اینا تلاش میکنند که تدابیر لازم اتخاذ شود تا شهروندان ما در روز انتخابات با خاطر جمع بیان به پای صندوق‌های رأی و برای تعیین سرنوشتشان تصمیم بگیرند. طرف دیگر ما پروسه صلح داریم. تمن نامنی به عنوان بزرگترین چالش مردم افغانستان و دولت افغانستان مطرح است. بخش های عظیم از جامعه و پیشرفت ما، توسعه، اگر برگزاری انتخابات شفاف، همه از اینا بستگی داره بر یک شرایطی که در اونجا امنیت حاکم باشه، ثبات حاکم باشه. در اون حوزه هم دولت افغانستان نه از امروز بلکه حتی دولت قبلی شورای عالی صلح را تشکیل دادن و ما هم در سالها و ماهای اخیر حکومت وحدت ملی تلاش های بی پیشینه را مردم افغانستان شاهد بودند که در دوران حکومت وحدت ملی صورت گرفت، به منظور از این که از راه گفتگو و دیالوگ ما به نتیجه برسیم، خشونت جاری در افغانستان، جنگ جاری متوقف شود. وقتی ما بحث از پروسه صلح و جنگ افغانستان میکنیم، مسئله افراطیت و مسئله تروریستی یک مسئله افغانی و داخلی نیست. اینا ابعاد ریشه های منطقه‌ای داره، ابعاد ریشه های جهانی داره. بنابراین ما به صراحت از کشورهای منطقه و جهان، سازمانهای بین‌المللی خواستیم که دولت و مردم افغانستان در این شرایط حساس، در این مبارزه نفسگیر، در این مبارزه سخت و دشوار و مبارزه‌ای که ما به نمایندگی جهان در واقع در این مبارزه قرار داریم و ما جنگ میکنیم، قربانی میتیم که آرامش و امنیت همگانی فراهم شود. همگانی منظور ما از مبارزه اولویت کدام است؟ صلح یا انتخابات؟ همگانی منظور ما از تامین منافع امنیتی کشورهای همسایه، منطقه و جهان. در این حوزه همکاران بین‌المللی ما در ماه‌های اخیر تلاش‌هایشان را فوق العاده افزایش دادند. ایالات متحده آمریکا در رأس تلاش های بی پیشینه را در دستور کارشان قرار داده، هر دوش برای ما اولویت است. اما تا یک ماه و چند روز دیگر شش میزان ما انتخابات ریاست جمهوری را خواهد داشتیم. کمیسیون هم آمادگیشان را اعلان کردن، حکومت هم آماده است، مردم افغانستان هم انتخابات را به عنوان یک ارزش، به عنوان یک دستاورد حتما پاس می‌دارند و حمایت میکنه از انتخابات. در عین زمان تلاش های صلح هم جریان داره. یعنی اگر فردا هم مخالفین مسلح حکومت، دشمنان مردم افغانستان، گروه های حراس افغان آماده دیالوگ و گفتگو شوه و صادقانه اینا بخواه یک صلح با عزت و پایدار در افغانستان تحقق پیدا کنه، ما آماده هستیم.
این هیچ گونه تأخیری از جانب دولت افغانستان مبنی بر آغاز مذاکرات بین الافغانی و رسیدن به صلح و ثبات از راه مسالمت آمیز وجود نداره. ما سال هاست که آمادگی خود اعلان کردیم، ما هاست که به شدت صدای خود را بلند کردیم و خواستیم از مخالفین مسلح حکومت که اینا به وارد فاز دیالوگ و گفتگو شوه. فعلا همه به نمایندگی دولت افغانستان به صراحت نکته را میتانم خدمت شما و مردم افغانستان برز برسانم که اگر فردا هم قرار شود طالبا آماده شود برای گفتگوی بین الافغانی، برای مذاکرات بین الافغانی، از جانب دولت افغانستان هیچ گونه تأخیری وجود نداره. ما آماده هستیم که وارد دیالوگ شویم و برای حل مسئله افغانستان هم از رهگذر مذاکرات بین الافغانی میدانیم. جنگ راه حل نیست و ما بارها از طریق رسانه ها یک نکته را عرض کردیم که 1.5 دهه یا بیشتر از 1.5 دهه جنگ برای طالبا یک درس بسیار بسیار کلان است که مردم افغانستان متحد است، دولت اراده داره، همکاران بین المللی ما اراده داره. از راه خشونت اینا نمیتونه که تمام دستاوردها را زیر پا کنه، تمام ارزش ها را گروه طالبان تا بالاخره اینا بخواهد به اهداف و آرمانشان برسد. گروه طالبان و امریکا در دوره نهم گفته شده که به صلح نزدیک شدن. اگر توافق شود که صلح در افغانستان بیاید، آیا انتخابات به تاخیر انداخته خواهد شد؟ من فکر میکنم یک پرسش است که برمیگرده به شرایط زمان. اگر طالبان به واقعا صلح واقعی کنه، اینا بیایه ارزش های دولت مردم افغانستان قبول کنه، خطوط سرخی که مطرح است، ما درست است که در آغاز مذاکره هیچ گونه خط سرخ نداریم، ما در آغاز مذاکره کدام شرط و شرایط خاص نداریم، اما در انجام مذاکره، در پایان مذاکره طبیعی است که یک سری ارزش ها و خطوطی است که به هیچ صورت دولت افغانستان نمیتونه که از او بگذره. انتخابات یک نمونیش است، نوعیت نظام یک نمونیش است، حقوق زنان میتونه یک نمونیش باشه، حقوق شهروندی میتونه یک نمونیش باشه. اینا دستوردهای فوق العاده مهم دولت و مردم افغانستان است و ما جنگ ما به خاطر از این که از این ارزش ها باید پاسداری صورت بگیره. وقتی ما صلح میکنیم، صلحی که ارزش ها اگر خدای نخواسته به او معامله شود که او امکان نداره، این صلح نیست، یک عقب گرد است و این نمیتونه که این صلح امو آرزوی دولت و مردم افغانستان محقق کنه. از او جهت ما تلاش میکنیم، از یک طرف به سرعت تلاش های صلح جریان داره، چیزی که شما اشاره کردین که آقای خلیلزاد با طالبا به لحظه یک ما شما صحبت میکنیم، در دوحه قطر کماکان نهمین دور مذاکرات امریکا و طالبان جریان داره. ما امیدوار هستیم یکی از نکتایی که ایالات متحده امریکا هم بارها سر از او تاکید کرده و او خواست دولت مردم افغانستان هم هست و در اون مذاکره هم رویش تاکید صورت گرفته و تاکید صورت خواهد گرفت، آغاز مذاکرات بین الافغانیست. ما امیدوار هستیم که بالاخره وارد مرحله حساسی از پروسه صلح افغانستان شویم که آغاز دیالوگ رسمی بین الافغانیست. ما به گونه غیر رسمی یک چند بار شخصیت های سیاسی افغانستان، نمایندگان جامعه زنان، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی با طالبا گفتگو کردند در مسکو و قطر و جای، اما حالا وقت از او فرا رسیده که ما رسما نمایندای رسمی هر دو طرف دیدارهای جانب طالبان و هم باید می داشت و مثبت نداشت نتایج. من خدمت شما عرض می کنم بالاخره در نشست اخیری که با نمایندگان شماری از نهادها و با حضور شماری از چهره های سیاسی افغانستان برگزار شد، ما شاهد یک انعطاف حداقل در موقف طالبان بودیم. اونا اعلان کردن که نهادهای ملکی را اونا دیگه هدف قرار نمیدن، بله، موجود از این که باز هم متاسفانه نقش شد. قطعنامه هشت ماده ای که امضا شد اما پابند هم نبودن. بعد از دیدیم که جای عامل منفر اینها حملات قرار دادن، کاهش ندادن عملات خواهد. متاسفانه ما شاهد مشکل باز هم بودیم، اما مذاکرات رسمی وقتی که آغاز میشه بین هیئت رسمی طالبان و هیئت
رسمی مردم افغانستان و دولت افغانستان. حیات را که ما خدمت شما عرض میکنم، یک وضاحت بتم که این حیات از کلیت افغانستان نمایندگی میکنه. تنوع سیاسی، تنوع قومی، تنوع سمتی و گروهی و همه تنوعات، همه تنوعات در این حیات لحاظ شده. حیات کارش نهایی است، تا هنوز با رسانه شریک نشده. عرض کردم که اگر فردا هم طالب آمادگی نشان بده، از جانب دولت افغانستان آمادگی لازم برای آغاز مذاکرات بین الافغانی وجود دارد. آقای میثم، اعلام نشدن این 15 هیئت چه مشکل دارد؟ چون نامهایشان تا حالا اعلام نشده. خب این بستگی به شرایط داره. هر زمانی اعلان شدن و نشدنش فکر میکنم در اوضاع کدام تغییر نمیتونه که به وجود بیاره. هیئت نهایی شده. کلیت گپ در این حیات در برگندی کدام اشخاص هست؟ دولت حکومتی هست یا جریان های سیاسی هم نقش دارند؟ دولت افغانستان کلیت گپ با مردم افغانستان شریک کرده، با همکاران بین المللی ما شریک کرده. در این حیات تنوع قومی، تنوع سیاسی، مذهبی و سمتی و تمامی از امو جوانب که لازم است برای همه شمول بودن حیات مذاکره کننده در اینجا لحاظ شده. ما امیدوار هستیم که بالاخره تاریخی آغاز مذاکرات بین الافغانی اعلان شود و ما هم فهرست حیات قطعا با مردم افغانستان شریک میکنیم و امیدوار هستیم که بالاخره با آغاز مذاکرات ما شاهد نتیجه عملی در افغانستان باشیم. نتیجه عملی به این معنا که خشونت کاهش پیدا کنه، نتیجه عملی به این معنا که جنگی که امروز در برخی نقاط افغانستان به یک نحوی جریان داره و یا تهدیدی بلندی که وجود داره، این حداقل کاهش پیدا کنه. بله آقای میثم، در رابطه با استخبارات امریکا در طالبان، گرچه در دور نهم البته امریکا در افغانستان، گرچه در دور نهم هم گفته شده که درباره اعظمی هم بحث های میشه که باید استخبارات امریکا در افغانستان باشه یا نباشه. طالبان گفتن که باید به شمول اینکه نیروهای خارجی از افغانستان بیرون بشه، تمام استخباراتشان باید از افغانستان بیرون شوه، در صورتی که امریکا به یک توافق نرسیدن. گفته اگر به توافق نرسن پابند نباشه امریکا، ما به حملات خود ادامه میتیم در افغانستان. این برمیگرده یک بخش به توافقی که بین امریکا و طالبان صورت میگیره. بله. اما انتظار دولت و مردم افغانستان این است که همکاران بین المللی ما، اگر بحث خروج هم مطرح میشه، خروج مسئولانه باشه. زمانی که صلح واقعی در افغانستان بین افغانها به وجود بیاید، من فکر میکنم که دولت مردم افغانستان دست ایالات متحده امریکا و سایر همکاران بین‌المللی ما را به گرمی میفشارد، از اونا تشکر میکنه و هیچ دولت و هیچ ملت طرفدار از این نیست که یک دولت دیگه باید قوای خارجی در اونجا حاکم باشه و پاسداری کنه از تمامیت ارضی و عزت و جان و مال یک ملت دیگه. ما تشکر میکنیم، قلبا سپاسگزار هستیم از حضور و قربانی ها و همکاری های بی پیشینه را که ایالات متحده امریکا و دولت و مردم افغانستان در فصل نوین داشته. سایر همکاران بین المللی ما، جامعه جهانی، کشورهای همسایه و منطقه که به یک نحو نقش مثبت بازی کردند، ما ازشان قلبا سپاسگزار هستیم. اما دولت افغانستان هم به این معنا نیست که بخواهد که ایالات متحده امریکا در افغانستان حضوری مادام العمر داشته باشه. برآمدن نیروهای خارجی را چگونه ارزیابی میکنند این شرایط؟ شرایط فعلا حساس است. ایالات متحده امریکا و اعضای محترم ناتو و شمار از کشورهای دیگر در افغانستان حضور پیدا کردند برای رسیدن به یک هدف مشخص. و هدف مشخص اضمحلال گروههای حراس افغان و تروریستی بود که از خاک افغانستان میتوانست سایر کشورها را با تهدید و خطر مواجه کنند، که ما شاهد برخی عملیات ها هم بودیم که به یک نحوی گفته میشه که در افغانستان سازماندهی شده. هنوز هم تروریست‌ها به عنوان یک تهدید مطرح است. هنوز هم اینا منافع دولت مردم افغانستان با خطر مواجه کرده و میتونه با خطر مواجه کنه. هنوز هم اینا به عنوان یک تهدید فرارای کشورهای همسایه و منطقه و جهان مطرح است. به این معنی که ما به هدف و تارگیتی که تعیین کرده بودیم نرسیدیم و ایجاب میکنه که همکارها میان افغانستان و کشورهای
منطقه و جهان در رأس ایالات متحده آمریکا کماکان ادامه پیدا کنه. دلیل از چگونه میتونه هدف یا تارگت شما تعیین کردین؟ یعنی تا به او هدف نرسیدیم؟ هنوز جنگ جریان داره، عرض کردم خدمت، هنوز جنگ جریان داره. تا رسیدن به صلح و ثبات واقعی یه همکار خواب ادامه خواد داشت. ممکن است در مقدار و میزان نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییرات به وجود بیاید، که طبعا او هم اگر مرز کردم که صلح واقعی تامین شود در افغانستان، طبیعی است که دولت افغانستان باز موقف خود می داشته باشه. اما فعلا حداقل میره گفته میتونم که انتظار ما است که خروج هم که صورت میگره و خروج مسئولانه باشه، که انشاءالله چنین خواهد بود، چون گروه های حراس افغانی که در افغانستان جنگ میکنن اینا تنها دشمنای افغان ها نیستن، اینا دشمنای همکاران بین المللی ما هم هستن و بر اساس همه منطق همکاری شکل گرفت که مبارزه مشترک بر علیه این حراس افغان ها به وجود بیاید، شدت پیدا کنه و این مبارزه به نتیجه برسه، که ما انشاءالله که باز یک طرف از جنگم ما به صراحت خدمت شما گفتم میتونم که دست نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بلند است، تلفات دشمنای مردم افغانستان و می شب و روز فوق العاده افزایش پیدا کرده، و از طرف دیگر ما جنگ را طبعا راه حل نمیدانستیم، نمیدانیم. طرف دیگر گام های مستحکم برای رسیدن به صلح و ثبات از راه مسالمت آمیز، از راه گفتگو و مذاکره هم برداشته شده. ما امیدوار هستیم که بالاخره از رهگذر سیاسی به نتیجه برسیم و جنگ جاری در افغانستان کاهش پیدا کنه و متوقف شود. تشکر از حضورتان در برنامه. آقای امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی. پایان آغاز روز، خدا نگهدارتان.